ولی فقط در میگم خدای کسایی که متأهلن مریت هستن، یعنی بچه دارن، اکول میرن چی میکشن خدا؟ نگو نگو، منم خیلی بیزی ام این چند روزه. طفل دارم من آره، من ایله دارن، آره ایله دارن. بعد من موندم مثلا یه آدم، مثلا من خودم که یه پسر تنها، بعضی موقعا نمیتونم به وظیفه شخصی فردی خودم برسم، یعنی مثلا دندون، مو، تمیزکاری. چجوری یک خانواده، یک پدر، یک مادر چجوری 8 تا بچه میارن حتی یک دندون ندارن؟ خب ببین، وقتی بچهشون فکر کنه کلسیوم بدنشون انگار تغذیه میکنه، برای هم دندوناشون میریزه. نه چجوری یک پدر، یک مادر که حتی نمیتونه به خودش برسه که نه دندون دارن، نه مو دارن، نه چربی، قند، شکر، سرطان دارن، چجوری میتونن بچه بیارن؟ خب به خاطر مثلا خجالت از خریدن کاندوم. خب من خیلی برام عجیبه، بعضی موقع فکر میکنم فرزاد با کی حرف میزنه؟ فرزاد لایو یکی بشه. من فقط موندم، خیلی برام جالبه. مثلا من که یک نفرم، من نه زن دارم، نه بچه، نه شوهر، هیچی. بعضی موقع نمیتونم به مسئولیت های زندگی خودم برسم، ولی نمیدونم زنها، مردها چجوری فقط میگاین و میزاین. به خدا اصلا یه چیزی به بگم که چجوری نداره که. آره انجون، هنری نیست که. مگه میخوام برن دست بچه رو از یه فروشگاه بخرن، پاشو از یه جا بخرن، یه لحظه میرن زیر بابا پتو. من 10 دقیقه یه رو بچه بردم پلوم، روز سوم به حال مرگ افتادم، نه خواب داشتم نه خوراک، اصلا نه استراحت، حالم بد شده بود، نمیرسیدم. نه تینا جون، تینا جون، ما درست کردنشو داریم میگیم. درست کردنش آسونه که کاری. الان بعضی موقع ها میگم که چرا مثلا آدمای مثل آریان، مثلا ابی میگه آره تو پدر مادرت از تو نفرت دارن، از تو بعدش میاد که تو کون میدی. نه، برعکس، جامعه ما به کون نیاز داره، جنده و کونی نیاز داره. چرا؟ چون مرد نیاد به خاطر یک لحظه شهوتش بکنه تو کس زنه حامله بکنه، بچه بیچاره فردا تو جامعه بدبخت بشه، بیاد کون من بذاره. نه جدی میگم، واقعا شما شاید فکر میکنین که ماها یه آدم های بی خود بی ارزشی هستیم تو جامعه، ولی واقعا دولت باید از کونیا حمایت کنه. چرا؟ چون یک مردی به خاطر شهوتش نره یک دختر رو گول بزنه، با احساساتش بازی کنه. تینا، دختران سرزمین ایران نباید وابسته شهوت مردونه بشن که طرف میگه باید ازدواج میکنم، وقتی که پردهشو میزنه، کسشو میکنه، بعد ولش کنه. یک دختر تا آخر عمر بدبخت بشه با یک خاطره بد. دقیقا، من تایید میکنم. دولت اصلا باید رسیدگی و توجه و احترام و عزتی که برای امثال شما قائل باشه خیلی باید بالا باشه. نه دیدیم که من واقعا میگم به خدا الان پسرا نمیفهمن، چون ایران کاباره بود، دیسکو بود، فاحشه خونه بود، مردا چقدر مرد بودن، چقدر سیویل بودن، چقدر بکن بودن. خب الان اینا نیستش، مردا نمیگم. آره خب بعد مردا همه کونی شدن. این هم تایید نمی کنم، نه نه بس اون نیستش، نه بس اصلا اون نیستش، من هم اصلا تو این بحث ها نیستم، دوست ندارم تو این بحث ها باشم. ولی در کل میخوام بگم، شاید از نظر بعضی بگیم که آره آریان انگله، آریان داره نمیدونم خلاف میکنه، کون میده. نه، شما اگه بتونید آریان هم آبه که منجر به تولید مثل بیجا میشه رو چیز میکنه، بازیافت میکنه. من نقش اصلی جامعه رو دارم، یه پسر میخواد کمرش رو خالی کنه میاد کون من میذاره، ولی دیگه نمیره با احساسات یه دختر پاک، یه دختر آریایی که ببخشید فردا میخواد مادر بشه بازی کنه. خانم بله 100%، من شاید الان شما درک نکنید، یک سال دیگه بگید آریان چی گفت. نه من درک میکنم، من میفهمم داری چی میگی، من خیلی خوب میفهمم تو داری از چی حرف میزنی، خیلی هم خوب داری حرف میزنی.
اون مردای اگر با شما نخوان هم خوابی نکنن باید چیکار کنن اونا؟ کساییم که مردایم که نمیخوان با یک پسری مثل من باشن برن با یه خانومی که کار میکنه، ولی نرن سمت یه دختر 17 18 ساله‌ای که ببخشید تازه چشم به این دنیا باز کرده، جوونی و احساساتشو دل میبنده به یک مرد، ولی مرد نیتش اینه که اینو بکنه فرار کنه. خواهش آره. میکنم مردای عزیز راست باشه چون به خاطر که براش نیست، براش مکانی فراهم نشده که بره خودشو تخلیه کنه، مجبوره بره مخه یه بدبختو بزنه، اونم ساده بیمار میکنه، میاد به این میده، بعدم هم بکارتش میرم، آبروش میرم، طرف هم خودی که تخلیه شده این دیگه نمیخواد. بعد یک عمر یک خاطره بعد توی ذهن یک دختر میمونه که چقدر الان با دخترای عزیز این کارا مردان همه بکن در رو شدن فلان شدن این حرفا، میان بانو تینا به دخترای بیچاره پسرا قول ازدواج میدن، پرده اینا رو میزنن، سکسشون رو میکنن، همه کار میکنن، آبشون که اومد مثل سر پاچه میگیرن، مثل لگد میزنن، مثل خر. اون دختر چی براش میمونه؟ عزتش میره. میره. من همینو میگم دیگه، من درست گفتی دیگه. بانو تینا، بانو لیدا شاهده، تو لایو هم دخترها رو نمی آوردم بالا، گفتم خدای نکرده نه یه دختری بالا به خاطر فالوور یه پایین، یک حرومزاده پایین بره تو دایرکت این مخ اینو بزنه، من فردا گناهکار بشم. گفتم زن نمیارم، ناموس نمیارم، ولی همه گفتن آره چون تو به کس زن ها حسادت میکنی نمیاری. شاید طنز باشه ولی خیلی حقیقته که من وجدان کاری به این تریبونو دارم نباید استفاده کنم. من گفتم هیچ وقت تو لایوام زن نمیارم. چرا؟ چون پایین هزار تا جقی نشستن میرن، خب بالاخره ارتباطات میره، من نمیخوام از لایو من کسی بدبخت بشه. ترنس بیارم، مرد میارم، چون ترنس ها ماشاءالله یک آدم اینقدر قوی هستن، ببخشید ترنس ها مردن دیگه، یک ریشه قوی ترنس ها دارن که ببخشید همه بمیرن ترنس ها زنده. این که هیچ، هفت گربه هفت جون داره، ترنس ها صد تا جون دارن، خب اینا نمیمیرن. مردم که پوستشون کلفته، زن جنسش ضعیفه، زن احساس داره. من کونی هم، من احساس ندارم، من فقط کیر میخوام، ولی یک دختر رابطه سکس براش مهم نیست. دختر براش مهمه که یک مرد کنارش باشه، یک مرد بهش محبت کنه. هیچ وقت دنیا یک دختر کونی رو با یک دختر مقایسه نکنی. به خاطر همین هیچ وقت نمیارم. بفهم. یه دختر جدی به مسئله نگاه میکنه، رویا پردازی میکنه برای آیندهش، در کنار این مرد هزار یک زندگی میسازه، ولی اون مرد فقط داره به اون سوراخش فکر میکنه، سوراخ دختره که فقط خودشو تخلیه کنه. تو اینه، ولی یه کسی که تو داری ازش صحبت میگی، یکی مثل من، تو دقیقا تو همون سوراخه که میخوای در اختیار اون کسی که دنبال سوراخ هست قرارش بدی و اینو قائله بدی که یه نفری که رویا پردازی میکنه آینده زندگی آبرو حیثیت براش مهمه آسیب نبینه. تو داری محافظت میکنی از آینده این دختر، از حیثیت این دختر، بر جسم همه چیزش. من اگه یک روز به خاطر کون دادن بخوام تقاضی پس بدم، محاکمه ای بشم، میگم یا علی، میرم پای محاکمه، میگم ناموس ارزشش خیلی بیشتر از اینا بود، جانم فدای ناموس، منو بخوشید برای ناموس جونم، میگم یا ابا عبدالله حسین، اومدم پیشتون شهیدم کنید، میخوام برم. نه من میرم، اگه یک روز من به خاطر کون دادن بخوام محاکمه کنن هر جای دنیا، بخوام به خاطر کون دادن من محاکمه کنن، یا علی یا ابا عبدالله حسین، من میرم چون ناموس برام بیشتر شرف داره، من میمیرم برای ناموس. چون من چرا فرار کردم؟ چرا؟ چون هفت تا خواهر، بانو تینا، چون شش تا خواهر دارم من آریان شش تا خواهر دارم، خوب ناموس رو میفهمم چیه. من آیدن عارفی شیشتا خواهر دارم. من یه سری مردم رو میشناسم که مثلا دنبال این نیستن که دختره رو بگیره. آره خب بد شد ابی، این شب کلن
دنبال اینه که یه جوری تخلیه بشن. آره خالی بشن. قراره تو که نداره که بخواد بره یه دختر رو بگیره، ولی خب نیاز جنسی داره چی کار کنه؟ آریان داره راجع به این دست افراد حرف میزنه، نه مردایی که شرایط ازدواج دارن یا حالا کسی تو زنی، حالا هر چیزی. بحث ما اینه. ای وای باشه. مرد داریم تا مرد، مردی داریم که میره تو رابطه با دختری، دختر احساس میکنه پدر بالا سرش. مردایی هم داریم بله اینجوری لجن میشن و کارهایی میکنن که دور از انسانیته. بله بله، ترنس هم همینطور داریم، پسر همینطور داریم، دختر هم بدم داره. بله ولی اینا دیگه بعد خوب، آره جامعه بعد خوب زیاد داره دیگه، بعد خوب زیاد. بس این که ما بگیم همه بدن، متاسفانه بعدا بیشترن، متاسفانه بعدا بیشترن. و الان پسرها رابطه زدن با پسرها خطرناکتر از اینه که بری به یک بمب اتم دست بزنی. بمب اتم به ترکش بالا بره. بانو لیدا عشق ملکه ایران، یه چیزی بگم. ببینید من همیشه مثبت فکر میکنم. من هیچ دختری رو بد نمیدونم. دختر بد میشه، چرا؟ چون بد کردن در حقش. دختر معصوم به دنیا میاد، دختر معصوم به دنیا میاد، دختر پاک به دنیا میاد. یک کارایی باش میکنن که اون بنده خدا اینجوری میشه. من اینو رد میکنم که دختر بد داریم. همه دخترای آریایی همه پاکن، همه معصومن. تاج سر منم، خاک پاشونم، دست و پاشونو بوس میکنم. دور از جون آقا فرزاد، میرینم تو دهن هر چی بنده. بیرین تو دهن خودت گوساله میمون، بیرین تو دهن خودت. یعنی با این قضیه که الان گفت دور از جون فرزاد، یعنی رید تو دهن پدرش، رید تو دهن آموش داییش، نمیدونم برادراش، نمیدونم. اونی که بعد خودش بگیره گرفت، تموم شد. آره من گرفتم. آره کنم پدرت هم ترنس بوده. آره ببینم چند دقیقه مونده، 5 دقیقه مونده، چون من میام لازم تموم میشه. آره یه حالش 5 دقیقه دیگه مونده. بچه ها دوستان بزنید دنبال فالو بکنید. آره لایو بعدی میدیم تو لایو آریان. بچه آره بزنید دنبال پیجا رو فالو بکنید. آره پیجا رو فالو بکنید، سریع فالو بکنید که انشالله الله عقب نیفتید. آره جون یا الله شین خدا با مواد بازی نکن. من همیشه حسرت موهایت رو میخورم، نکن دختر. این قربونه دارم گفتن دولت پیش کنم یه ذره ببندم این سری، یکی گفت دو منزه ببند. تو صورتت خوشگله، الان شدی مثل سردیوی ایران شدی. موهاتو ببن اینجوری شدی سردیوی. خیلی زنونه شدی، خیلی دخترونه شدی. صورتت خوشگله، چشم ابروت خوبه، ببند بالا. حالا من چون صورتم لاغر کشیده است میدم جلو چشام. اینو خوب شد؟ خیلی سردیوی ایران شدی. یه شب زد دخترها میشه، یه شب زد پسرها میشه، یه شب زد خودش میشه، یه شب زد ترنس ها میشه. اصلا سواد اخلاقی هیچ نداره. تا دیشب هی میگرفت رو دختر، حالا دخترها شدن پاک معصوم، پسرها شدن بعد. فرداش چم انشالله تا ببینم کیه. نه من گفتم تو لایوام شاید بعضی موقع یک شوخی با دخترها میکنم که من شما رو نمیارم، همه کیرا مال منن، ولی در کل ته دلم اینه که نمیخوام، مثلا دوست ندارم هیچ دختری توی لایو باشه، چون فکر میکنم زن جاش تو لایو نیستم خیلی مقدسه. زن بشینه پایین نگاه کنه، آقایون راحت هم چون فرق میکنه، ترنس هم آزاده. این جمع به نظر بهترین دختر گناه داره، دختر مثلا جاش بشینم پایین نایی بکنه بهتره. ای بابا آری انجو پسرها انقدر زرنگ منتظر نمیمونن یه دختر بیاد بالا که بره. دایرکت جون بکنه کار خودشو میکنه. چی شو؟ دوباره داشت تعریف
بخوان کاری بکنن میکنن، اصلا منتظر نمونن کسی بیاد بالا، از رو همین کامنت ها میرن دایرکت ها اینور اونور. ببین یه چیزی بذار بهتون بگم، ما اگر ما پسر ما مرد اگر دختر نباشه زندگی اصلا هیچ معنایی نداره، و دخترم هم همینطور اگه پسر نباشه زندگی معنایی نداره براش، کلا اینا ساخته شدن برای همدیگه دیگه، یعنی اگه دلخوشیه دیگه، وگرنه اون قضیه تو وجود انسان اصلا نمیذاشت. بانو تینا چقدر ناموس پرستی من چقدر جونم و جهان نجات داده. یک روز اتوبان بودم، ماشینم خراب شده بود و اندازه 10 تا پسر که منو میشناختن نگه داشتن، برام پنچری گرفتن، بنزین دادن. گفتم چرا این کارو کردی؟ من که با مردا تو لایوم مشکل دارم. گفت همون که ناموس پرستی، همون که تا حالا زن تو لایوت نیوردی، همون که هوای ناموسو داری و غیرت داری، از صد برای ما خیلی عزیز و شرف داری. کارم رو انداختن و دست و پامو بوسیدن و رفتیم. یعنی میگم چقدر کسی که پشت ناموس باشه، از ناموس حمایت کنه، خدا باهاشه. چقدر تو سیاست داری. ببین همه جای دنیا، ببین چه در خارج از کشور چه در توی قارم بری، هر مردی ناموس براش مهمه، هر جای دنیا باشه.